داستان کوتاه نزد نوشته چارلین چاپلین با ترجمه احمد شاملو راوی ساسان قرداغی هنگامی که افسر جوان در رأس جوخه اعدام قرار می گرفت، تنها سپید دم بود. سپید دم پیام آور مرگ که در سکوت حیات کوچک این زندان اسپانیایی جنبشی داشت. تشریفات مقدماتی انجام شده بود. افراد مقامات رسمی نیز دسته کوچکی تشکیل داده بودند که برای حضور در مراسم اعدام ایستاده بود. انقلابیون از ابتدا تا انتها این امیدواری را که ستاد کل در مورد حکم اعدام تخفیفی قائل شود از دست نداده بودند محکوم از انقلابیون نبود و با افکار آنان مخالفت میکرد لیکن از مردان ملی اسپانیا به شمار میرفت از چهره درخشان ادبیات آن کشور بود هرز نویسی استاد بود و در نظر همیهنان خود مقامی والا داشت افسر فرمانده جوخه اعدام شخصا او را می پیش از آن که جنگ داخلی درگیر شود آن دو با یکدیگر دوستی داشتند دوره دانشکده را در مادرید به اتفاق طی کرده بودند برای واژگون کردن کلیسا دوشادوش یکدیگر مبارزه کرده بودند چه بسا که جام به جام یکدیگر زده بودند چه شبها که به اتفاق یکدیگر در میخانه ها به تفریح و خوشگذرانی پرداخته بودند. شبهای بسیاری را با گفتگو در واره ماورا و طبیعه به صبح آورده بودند و حتی گاه به دنبال مباحثی با یکدیگر به نزاع و ستیز برخواسته بودند. اختلاف مسلک آنان نیز دوستانه بود. اما دست آخرین اختلاف نظرها سبب بدبختی و تیر روزی همه اسپانیا شد. و رفیق دیرین را جلوی جوخه اعدام قرار داد. اما از به خاطر آوردن گذشته چه سود؟ از توجیه قضایی چه حاصل؟ هنگامی که جنگ داخلی درگیر شده باشد دیگر توجیه مسائل به چه کار می آید؟ همه مسائل در سکوت زندان تبالود و شتابکار به روح افسر فرمانده جوخه اعدام حجوم آورده بود. نه گذشته را می باید یک سر از لوح زمیر شست. تنها آینده است که به حساب می آید. آینده؟ دنیایی که از بسا دوستان قدیمی توهیست. از شروع جنگ به بعد آن روز صبح که نخستین بار بود آن دو یار قدیمی یکدیگر را باز می آفتن. هیچ نگفتند. فقط هنگامی که برای ورود به حیات زندان آماده می شدند به یکدیگر لبخندی زدند. سپیددم مقمون روز به دیوار زندان شیارهای سرخ و نقره می از همه چیز آرامش می آرامشی که نظم آن با آرامش حیات زندان هماهنگ می نظمی با تپشهای سکوتی که به تپشهای قلبی مانند بود. در این سکوت قریب و افسر فرمانده میان دیوارهای زندان تنی نفکن خبر دار با فرمان نخستین هر شش سرباز توفنگ خود را در کف فشردند و بر جای میخکوب ماندند وحدت حرکت سربازان وقفه ای به دنبال داشت که در طول آن میبایست فرمان دوم داده شود اما در طول این وقفه اتفاقی افتاد اتفاقی که نظم را شکست محکوم صرفه ای کرد سینه ای صاف کرد و این قطع تسلسل نظم را به هم ریخت افسر به سوی محکوم برگشت منتظر شد که سخنی بگوید اما محکوم چیزی نگفت افسر به سوی سربازان خود برگشت و آماده شد که فرمان دوم را صادر کند اما به ناگاه در روح وی پدید آمد یک بیهسی روحی که در مغز وی خلایی به وجود آورد فضایی خالی هاج و واج سامت و ساکت در برابر سربازان خود متوقف ماند چه پیش آمده است این چنین صحنه در حیات زندان چه معنی می دهد؟ او دیگر به واقع چیزی نمیدید هیچ جز مردی تنها که رو در روی شش مرد دیگر تنگ دیواری ایستاده بود و آن مردان دیگر ناظران رسمی جای حکم چه حالت ابلهانه ای داشتند حال ساعتی را داشتند که به ناگاه تیک تاکش قطع شده باشد هیچ کس سکان نمی هیچ چیز مفهومی نداشت چیزی غیر طبیعی بر صحنه حاکم بود و افسر فرمانده جوخه می خود را از آن حال برهاند. همه اینها رویا بود. همه اینها چیزی جز یک رویا نبود. کورمال و کورمال در ذهن خود چیزی می جز. چه مدت بدان حال مانده بود؟ چه پیش آمده بود؟ اوه درست فرمان نخست را داده بود اما فرمان بعدی چه بود؟ پس از خبردار فرمان دستفنگ بود پس از دستفنگ فرمان حاضر و سرانجام آتش از همه اینها چیزی مپم در زمیر لاریش ارش بر جایی مانده بود کلماتی که میبایست تلفظ کند دور و محو از دسترس به نظرش میآمد در همان حال بیخودی فرمان نامربوطی کشید کلمه‌ای تلفظ کرد که هیچ گونه مفهومی نداشت اما از مشاهده سربازان که به دنبال آن قریب به حالت دستفنگ در آمدن، سبکبار شد و احساس راحتی کرد نظم حرکت سربازان در ذهن او نیز نظمی به وجود آورد از نو فریاد کشید و سربازان به حالت حاضر باش در آمدن. اما در وقفه ای که پس از فرمان ما قبل آخر به وجود آمد آهنگ پرشتاب قدمهایی در حیات زندان تنی نفکن او این صدا را می شنا. صدای پای نجات بود شعور و حضور ذهن خود را باز یافت و با همه قوا به جوخه اعدام فریاد کرد ایست دست نگه دارید آن شش مرد قراول رفته بودند آن شش مرد را ناز مجذوب خود کرده بود آن شش مرد به شنیدن فرمان ایست آتش کردند